سلام و صبح بخیر خدمت همه شما عزیزان بیننده. امید که جور سطمند باشین و بیننده برنامه صبح آرزو بوده باشین. بخش مهمان خانه هست و من مهمان خیلی عزیزی را با خود دارم. میخواییم در رابطه با یک موضوع خیلی جالبی که برای همه ما و شما در زندگی همه ما و شما هست صحبت بکنیم که او خاطره ها هستن. خاطره ها چی هستن؟ چرا در زندگی ما وجود دارن و تأثیراتشان بالای زندگی ما در چی ابعادی است؟ امروز میخواییم در رابطه با این موضوع همراه با بانو میترا بابک صحبت هایی را داشته باشم. بانو بابک سلام، خوش آمدیم به برنامه. سلام و درود به شما و همه عزیزان و چه موضوع جالبی هم میخواییم در موردش صحبت کنیم. دقیقا و در می شروع میخواییم در طول مقدر وقتی که ما شما اسکایپ ثبت داشتیم و با هم صحبت ها روی موضوعات مختلف داشتیم، آیا شده از این برنامه ها خاطره در ذهن شما بمانه که خیلی ماندگار باشه؟ از تو برنامه شما با برنامه شما یا یه کلن منظورتونه؟ اگر از برنامه ما باشه یا در شبکه ما بوده باشه خیلی بهتر میشه. آخه برای اینکه من چندین ساله با شما همکاری میکنم. بله دقیقا. خاطره خاصی که اونچنان یه دفعه بیاد به خاطر من نیستش. فقط میدونم که در گذشته سعی میکردم که کار شما رو آسون تر بکنم. دو تا سه تا برنامه رو من میرفتم لباسم رو عوض میکردم، دو سه تا برنامه مختلف رو برای شما ضبط میکردم که این کار شما رو آسون تر بکنه، کار منو و کار شما رو مخصوصا آسون تر بکنه. و این خب خودش خیلی خیلی جالب بود، خودش یه حس همراهی و همکاری خیلی خوبی میداد که با چه شوق و ذوقی من دلم میخواد همیشه تعاون داشته باشم و بار و سنگینی رو از روزش همکارا کمرنگ تر کنم. این خودش یه خاطره خوشه برای من که با شما همیشه داشتم. ما هم خیلی ممنون همکاری های شما در برنامه های خود هستیم و انشالله که زندگیتان پر از خاطره های خوب و خوش باشه. اما بیاین یک تعریفی داشته باشین در آغاز از اینکه خاطره چی است؟ خاطره ببینین، جنین وقتی که تو شکم مادره با احساس و مغزش شروع میکنه به دیولوب کردن، رشد کردن و این صداها رو داره ضبط میکنه تو مغزش و وقتی هم که به دنیا میاد ما یک بخش سابکانشس و بخش کانشس یا بخش ناخودآگاه و خودآگاه داریم در مغزمون که این شکل میگیره، از همون دوره شروع میکنه شکل گرفتن. دوران کودکی دوران بسیار حساس و مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه خاطرات ثبت میشه اونجا و ضبط میشه اونجا. قابل توجه همه مامان و باباها و بزرگترها که چقدر باید مراعات بکنن این زمان رو برای کودکان خودشون که این خاطرات بد ضبط نشه. چون وقتی خاطرات بد ضبط میشه آسیب‌های خیلی جدی رو شخصیت کودک میذاره. و وقتی نگاه میکنیم به تاریخ خودمون، به زندگی خودمون، به زمانه خودمون نگاه میکنیم با این همه جنگ هایی که شد، طبیعتا دیگه از دست پدر مادرها خارج شد و کودکان شاهد مصیبت های بسیار زیاده، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جنگ و نابرابری شد. حالا شما نگاه کن ببین چقدر محروم من بچه های ما در این بخش هایی از این کره زمین که به جای اینکه خاطرات خوششون ضبط بشه متاسفانه اینجوری میشه. اما خاطرات با انسان میمونه و این انسان بعضی مواقع وقتی خاطراتش خیلی بد باشه به خاطر اینکه خیلی دردناک بوده خیلی وقتا نمیخواد اصلا دیگه یادش بمونه و سعی میکنه که به اینجوری بلاک میکنه، اون بخش مغزش رو بلاک میکنه. این پیشانی جلوی انسانه که خاطرات رو ضبط میکنه. خاطرات وقتی که آزمایش از طریق آزمایش و ریسرچ و تحقیق نگاه میکنیم میبینیم که خاطرات توی سلولهای مغز، هر خاطری توی بخشی از سلولهای مغز شروع میکنه رشد کردن و اون پروتئینه که خاطرات رو حفظ میکنه و نگه میداره. و بعد آزمایش کردن روی ماهی، دیدن که وقتی که تزریق کردن یه موادی که پروتئین تولید نکنه دیدن هیچ خاطرات دیگه نمیمونه. یعنی وقتی اون پروتئین رو از دست بده مغز دیگه خاطرات نمیتونه بمونه. که اینو در پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی من بهش میگم وحشت و استرابات بسیار دردناک بعد از حادثه،
که در بسیاری از سربازای آمریکایی، انگلیسی و خود ما تو کشور جنگ زده خودمون بسیار ما این خاطرات رو دیدیم که میبینیم که با از این طریق شاید در آینده، هنوز به اندازه کافی نه، شاید در آینده بتونن حذفش کنن. ولی آیا ما میخوایم همه خاطراتمون حذف بشه؟ نه، ما میخوایم خاطراتمون رو باهاش مواجه بشیم. ببین، انسان خیلی وقتا فیک خاطرات کاذب بر خودش درست میکنه. ممکنه که یه وقتایی ما یه خاطراتی رو خیلی اگزاجریتش بکنیم و خیلی متفاوت تصویر پردازی بکنیم، چون انسان مغزش دو چند مدل کار میکنه. اولا که مغز انسان در کنار خاطرش، بو خود خاطره سازه، حس خاطره سازه، نگاه خاطره سازه، صدا و موسیقی خاطره سازه. یعنی همه اینا یه دفعه دیدی که نشستی، یه دفعه یه آهنگی گوش میکنی، یه دفعه تو رو میبره به فرسنگ ها دنیای گذشته انسان و حتی بو. به همین دلیله که اگر خاطره بد باشه بسیار ترسناک و زجرآور برای انسان، و اگر خاطره خوب باشه لبخند میاد رو لب انسان که آخه یادش بخیر چقدر خوب. ولی از نظر روانشناسی ببین، اگه بخوایم بحث خاطره کنیم خیلی حرف هست. بذار یه کوچولو اول در مورد فیک و یا خاطره غیر واقعی صحبت کنیم. همین 9/11 که توی آمریکا نیویورک اتفاق افتاد، همون لحظه از خیلی ها سوال کردن شاهد چی بودی، شاهد چی بودی. یک سال بعدش از همون اشخاص وقت سوال کردن، خیلی از جزئیات دیگه از خاطر رفته بود کنار. یا اینکه بعضی وقت ما میبینیم که در دادگاه ها سعی میکنن که از شاهد سوال میکنن، خیلی وقتا متوجه میشیم که طرف داره با خیال خودش حرف میزنه، واقعی حرف نمیزنه ولی خودش باور کرده. ما اگر وقتی که میخوایم یه خاطره ای رو و یا بر علیه کسی میخوایم یه خاطره نگه داریم، خیلی رنگ و رنگش میکنیم و زجرآورترش میکنیم و نگهش میداریم، و همین باعث میشه که ما اون خاطره رو و یا اون قصه رو غیر واقعی تر داریم، به خودمون تلقین میکنیم و بعد تغییر تحویل دیگران میدیم. خیلی میخوام در مورد صحبت کنم ولی میدونم وقتمون کمه. ببینین الان مثلا، ببینین یه آزمایش خیلی آسون، مثلا الان اگر من 20 تا کلمه رو، 15 تا کلمه رو همه الان اسم ببرم، کلمه کلمات مختلف، و همه ما مثلا نشستیم اینجا و این از این 15 کلمه که وقت میدم، اوکی این 15 کلمه رو به خاطر بسپارین، چند تاشو به خاطر سپردی، معمولا آخریاش به خاطر آدم میمونه. و بعدش هم بعد از چند دو دقیقه من بگم که خب این کلمه آیا توی صحبت‌های من، توی این کلمات من بود؟ بعضیا میگن آره، بعضیا میگن نبود. و بعد یه کلمه دیگه میگم، بعضیا ممکنه میگن آره بود، در صورت که اصلا نبود. متوجه پوینت شدین؟ یعنی مثلا اگر که من بگم که شکر، عسل یا شیرین، نه شکر عسل مثلا تو صحبت‌هام بوده، و یه دفعه بگم بعد از که آزمایش تموم شد بگم که من گفتم شیرینی، چون شکر و عسل در کنار مغز قرار گرفته، آدم فکر میکنه کلمه شیرینم من گفته بودم. یعنی نگاه کنید چقدر این آزمایش به این ساده میتونه انسان رو گمراه بکنه از تخیلات خودش. کودکم که تو دوران تخیلات خودش خیلی زیاد هست، با تخیلاتش بزرگ میشه و امکان داره که اینو هی بزرگتر و بزرگتر بکنه. اما معنیش این نیستش که من خاطراتی داشتم که حال میخواییم به من بگین این خاطراتم غلط بوده. نه، بسیاری از خاطرات دقیق و درستم هست. این رو تو پرانتز بگم. اما در آخر این مسئله خیلی مهمه که چقدر ما، چه انسانهای خاطرات بدشون رو نگه میدارن. ببین، اولا خاطرات خوب و هی نباید برگردیم. حتی خاطرات خوب هم میتونه مضر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آخه یاد گذشته ها این اجازه نمیده که برای حال و آینده زندگی کنیم. همش به اون خاطرات خوب که چقدر خوب بود، یعنی تلاش نمی کنیم برای بهتر کردن حال و آینده خودمون. خاطرات بد خیلی بدتره. خیلی وقت ما به خاطر انتقامجویی خاطرات بدمون رو نگه میداریم و رنگی ترش هم نگه میداریم. اولین کاری که میکنیم به خودمون داریم لطمه میزنیم، چون داریم این سم وجودمون رو مسمومتر و مسمومتر میکنیم
چون حرف ناتمام با طرف داشتیم، کار اون ناتمام با طرف داشتیم، طرف ظلمی به ما کرده، حرفی زده، اتهامی زده، یا اذیت آزار جنسی، جسمی، روحی، روانی به ما داده، کتکمون زده و این تو خاطر ما مونده، به صورت یک کینه و انتقام جویی ازش نگهداری میکنیم. یادمون نره تو فرهنگ ما فرهنگ کینه توزی و انتقام جویی رو داریم، پرونده سازی رو داریم تو فرهنگ ما. به ما از کودکی یاد نمیگن، نمیدن که برو به طرف صحبت کن، کار پرونده رو ببند تموم شه. پرونده رو برای ما نگه میدارن، چون برای خودشون هم نگه داشتن، هی ما میشنویم. به همین دلیل ما از فرهنگ پرونده ساز میایم و این خاطرات بد میتونه بسیار برای ما مضر باشه. یکی از ضررهای بسیار بزرگش اینه که به ما اجازه نمیده که ما تو امتحاناتمون، توی مسائل بسیار مهم زندگیمون، بتونیم راحتتر از افکارمون و از مموریمون استفاده بکنیم. هی یادمون میره و این خودش ببین چقدر به خود انسان ضرر میزنه. وقتی که انسان بخواد به این صورت انتقام جویی این خاطراتش رو بخواد سفت و محکم نگه داره، پس انسانی که و این انسان بدجنس هم میشه. به این خودمون با خودمون داریم میکنیم. ما طرف داره واسه خودش زندگی میکنه، بد بوده، نابرابر بوده، ناعادلانه بوده، اما من باید به فکر خودم باشم. اون طلاق عاطفی سالم رو که حتما یه روز در موردش صحبت میکنیم و بدم. من میخوام دیگه الان برای خودم زندگی کنم، من الان میخوام سالم زندگی کنم و برای حال آیندم. احساس میکنم شما میخواین سوال کنیم. میخواستم بگم که بانو بابک، ما اگر بخواهیم یا نخواهیم خاطره های خوب یا بد در زندگی هر کدام از ما خیلی زیاد هست. گاهی اوقات اتفاق میفته که خیلی یک موضوع بزرگی بوده اما با گذشتن چند روز دیگه به یاد ما نمیایه، اما گاهی اوقات یک مقطع زمانی خیلی خاصی هست بعد از 10 سال یا بعد از 15 سال هم او اتفاق میفته و سالهای سال به یاد ما میمانه. یعنی ماندگاری خاطره ها من فکر میکنم به دست خود ما نیست. بیایم راه حلایی رو بگوییم که ما چطور بتانیم همون خاطره ها رو در زندگی خود داشته باشیم و هم اجازه ندیم که زندگی حال آینده ما رو خراب بسازد. ببین، بزرگترین اشتباه اینه که میگه فراموش کن. انسان نمیتونه فراموش کنه، ولی طلاق عاطفی سالم با اون خاطره و با اون شخص و اشخاصه که میتونه انسان رو مسیرش رو عوض بکنه و از کوچه بنبست آدم رو بیاره بیرون. طبیعتا انسان یه دفعه یه فیلم نگاه میکنه، یه حرفی میشنوه، خاطراتش بر میگرده. ولی انسان بالغ و با خرد به فکر سلامت روح و روان خودش و اطرافیانش هست. اینو در درجه اول اولویت میبینه، برای اینکه دید تو طول زندگیش. الان هم که دارین برنامه رو نگاه میکنین، شماهایی که هنوز اون خاطرات بد رو نگه داشتین، دیدین که به هیچ جایی نرسید. پس خاطرات بد برای آدم میمونه، با یه فلشبک برای آدم برمیگرده. اینجاست که اشتباه پر اشتباه در این کلمه یا جمله‌ای که من بارها از مراجعین و مریضام شنیدم میگه که نمیتونم. کلمه نمیتونم بسیار خطرناکه، برای اینکه این پیشانی مغز و توانایی و شعور و خرد و فرهیختگی اینجا نهفته است. به این دست من و توه. مادامی که من میگم نمیتونم، من خودم رو فلج و ناتوان کردم. پس نباید بگم نمیتونم، باید بگم انقدر کمرنگ و بیارزشش میکنم که دیگه برام مهم نیست، دیگه برام ارزش نداره که بخوام زندگی حال و آیندم و تو گذشتم و خراب کردی، اما زندگی حال و آیندم و دیگه به تو اجازه نمیدم که خرابش بکنی و از بینش ببری. پس توانایی خودم رو، اعتماد به نفس خودم رو، حرمت خودم رو، احترام به نفس خودم رو دارم بیشتر میکنم و باید سرگرم بکنم. یعنی اون لحظه به آسانی با تمرین درست میشه، به آسانی من میتونم با تمرین اون لحظه که اون خاطره بد میاد فوراً فوراً حواس خودم رو پرت بکنم، ورزشم رو بکنم، تغذیه‌ام رو خوب بکنم. اینا همه باعث میشه. و تصمیم اینه که من دیگه نمیخوام با اون خاطره بد زندگی حال آیندم رو خراب بکنم. و اون طلاق عاطفی که حتما یه روز در موردش صحبت میکنیم، اون کمک میکنه به من که خاطرات بد رو برای گذشته و در گذشتش بذارم، حال میخوام برای حال زندگی کنم. حرف ناتمام، کار ناتمامم رو اگر میتونم با صحبت کردن، بنا جنگ کردن و انتقام گرفتن با طرف تموم بکنم، اگر نمیتونم انگ بی ارزشش کنم و بذارم بره بر به سوی خودش. میدونم وقتم کمه.
اگر در بحث امروز نکات مهمی باقی مانده باشه که نگفته باشین، در اخیر میخوایم که از شما بشنویم. آره ببین، ما از منطقه از این کره زمین میاییم که هر لحظه برای ما خاطره بد گذاشتند و در دست ما نبود و نیست، هنوزم نیست. اما یادمون باشه که حق زندگی کردن رو اگر از ما گرفتن به هر نوعش، حال من به عنوان یک انسان بالغ، اگر مجرد هستم، اگر فرزند خانه هستم و یا اگر پدر مادر هستم، به عنوان یک انسان بالغ و باخرد دیگه میخوام حداقل برای خودم اجازه ندم که اون شماها از هر طریقی که گرفتید حال اجازه بدم بیشتر از این گرفته بشه. توانایی خودم رو بیشتر بکنم برای زندگی هر چقدر سختتر و یا فقیرانه تر، اما با گذشتم دیگه نمیخوام زندگی کنم، میخوام زنده باشم و زندگی کنم و این مرداب رو جویبارش کنم و رودخانه به دریا برسونمش و خودم بشم کاپیتان این کشتی خودم. خیلی زیبا، خیلی ممنون از اینکه فرصت گذاشتین، باز هم مهمان ما بودین. وقتتان بخیر. شب و روز شما.